مهمترین عناوین خبری هفته. نتایج 43مین انتخابات فدرال کانادا. تمایل حزب بلاک کبکوا به همکاری با دولت آینده کانادا. واکنش اندرو شیر به نتایج انتخابات فدرال. طرح کبک برای کنترل سرب در آب آشامیدنی مدارس این استان. سقوط جایگاه کانادا در رتبه بندی بهترین کشورها برای زنان. توقف فروش بلیط‌های روزانه و هفتگی TTC در ایستگاه‌ها. سلام، وقت بخیر. به کانادا هفت از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. من هم سلام عرض میکنم و ممنون میشیم تا پایان مرور خبری این هفته با کانادا هفت از شبکه AMG همراه باشید. بر اساس آرای 43مین دور انتخابات فدرال در کانادا، آقای جاستین ترودو در سمت خود به عنوان نخست وزیر این کشور باقی ماند تا این بار دولت لیبرال را به صورت دولتی اقلیتی تشکیل دهد. بر اساس آرای کسب شده در این انتخابات، هیچ کدام از احزاب اصلی نتوانستند 170 کرسی پارلمان را برای تشکیل دولت اکثریتی به دست آورند، جایگاهی که حزب لیبرال در انتخابات سال 2015 به دست آورد. این حزب توانست در این انتخابات تنها 157 کرسی را از آن خود کند و در استانهای آلبرتا و ساسکچوان نیز هیچ جایگاهی به دست نیاورد. حزب بلاک کبکوا نیز توانست جایگاه سوم آرا را در این انتخابات از آن خود کند. همچنین تعداد نمایندگان زن انتخاب شده در این انتخابات 98 نفر بوده که نسبت به رقم مشابهان در انتخابات دوره قبل افزایش داشته است. هم‌اکنون زنان در کانادا 29% پارلمان را تشکیل می‌دهند. بر اساس آژانس انتخاباتی کانادا، 65% از کانادایی‌های واجد شرایط در این انتخابات شرکت کردند. آقای ایو فرانسوا بلانشید، رهبر حزب بلاک کبکوا، روز پنجشنبه اعلام کرد به رغم حمایت آقای ترودو از گسترش خط لوله ترانس ماونتین، تمایل دارد با دولت آینده کانادا به رهبری وی همکاری کند. وی افزود اختلاف نظر با یک حزب در یک موضوع باعث نخواهد شد آنها نتوانند در موضوعات دیگر به توافق برسند. دو حزب دموکرات و سبز در جریان کمپین‌های انتخاباتی خود خواهان توقف پروژه گسترش این خط لوله بودند، اما آقای بلانشید که مخالف عبور این خط لوله از استان کبک است، از اظهار نظر در این مورد در حال حاضر خودداری کرد و اعلام داشت پیش از اعلام نظر در این موضوع منتظر شنیدن طرح آقای ترودو در این باره خواهد بود. اندرو شیر، رهبر حزب محافظه‌کار، در واکنش به نتایج انتخابات 21 اکتبر اعلام کرد نتیجه انتخابات باعث ناامیدی وی شده، اما او همچنان به آینده امیدوار است. حزب توری به رغم پیروزی در استانهای غربی کانادا نتوانست لیبرال ها را در نواحی آتلانتیک و خصوصا در منطقه سرنوشت ساز تورنتوی بزرگ شکست دهد. با این حال این حزب توانست به غیر از یک جایگاه در ادمونتون همه جایگاه ها را در استان های آلبرتا و ساسکچوان از آن خود کند. نخست وزیران هر دوی این استان ها خواهان ایجاد اصلاحات در تساوی سازی و ایجاد عدالت بین استان های کانادا هستند. دیدگاه های آقای شیر در رابطه با موضوعات اجتماعی از جمله سقط جنین و حقوق افراد تراجنسیتی مورد انتقاد شدید رقبای وی در این کمپین انتخاباتی بوده است. با این وجود آقای شیر حزب لیبرال را به جدایی افکنی میان کانادایی ها متهم می کند. وزارت آموزش استان کبک در نامه‌ای به مدارس این استان نسبت به افزایش غلظت سرب در آب آشامیدنی برخی از مدارس آن در چند ماه گذشته هشدار داد. دولت کبک دستورالعمل‌هایی برای حفظ سلامت دانش آموزان و مدارس این استان اعلام کرده است. این دولت در تاریخ 23 اکتبر اعلام کرد اولین استانی خواهد بود که میزان غلظت سرب در آب آشامیدنی آن به حداقل یعنی 5 میکروگرم به ازای هر لیتر خواهد رسید. مدارس ابتدایی این استان تا 23 ژوئن 2020 و سایر سازمان‌ها و مراکز آن تا 1 نوامبر 2020 فرصت خواهند داشت میزان غلظت سرب موجود در آب‌های آشامیدنی خود را بسنجد. کانادا با 4 رتبه سقوط نسبت به سال گذشته در جایگاه 11 بهترین کشورها برای حقوق زنان و رفاه اجتماعی معرفی شد. این کشور پس از کشورهای فنلاند، دانمارک، ایسلند، انگلستان
لوکزامبورگ، سوئد و هلند در جایگاه 11 هم قرار گرفت که نسبت به جایگاه آن در سال 2018 4 رتبه سقوط داشته است. اگرچه وضعیت زندگی زنان بر اساس این بررسی در 60 کشور جهان بهبود یافته، در کشور یمن و سایر کشورهای جنگ زده جهان این وضعیت رو به وخامت بوده است. محققان این پروژه این رتبه بندی را بر اساس بررسی جایگاه زنان در 167 کشور از لحاظ میزان دسترسی آنان به حساب بانکی، مشاغل و امنیت عنوان کردند. کشورهای یمن، افغانستان، سوریه، پاکستان، سودان، عراق، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری مرکزی افریقا، مالی و لیبی در این بررسی در انتهای این لیست قرار گرفتند. شرکت حمل و نقل تورنتو TTC اعلام کرده است فروش بلیط‌های روزانه و هفتگی این شرکت در ایستگاه‌های آن تا تاریخ 3 نوامبر متوقف خواهد شد. این طرح برای تشویق شهروندان به استفاده از کارت‌های پرستو اجرا می‌شود. با این وجود، شهروندان می‌توانند توکن و بلیط‌های روزانه و هفتگی خود را همچون سابق از خرده فروشی‌ها تهیه کنند. همچنین آنها می‌توانند با پرداخت پول خرد از این سیستم حمل و نقل استفاده کنند. سازمان حمل و نقل تورنتو در تلاش است همه انواع پرداخت‌ها را با کارت‌های پرستو جایگزین کند، اما تاکنون تاریخی برای این تغییر ارائه نشده است. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همچنین شما میتونید شنونده سرخط خبرهای روز کانادا از طریق رادیو آرینا موج FM ردیف 159.9 مگاهرتز HD3 هر روز 8-9 صبح باشید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار. خیلی ممنون که تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید. تا هفته آینده، بدرود.